افغان کار. خرید و فروش انواع موترهای سواری، باربری و تانگری با مدل‌های مختلف از طریق یوتیوب چینل افغان کار. با افغان کار می توانید به موتر دلخواهتون برسید. افغان کار، رویاهای دیرینه شما را به واقعیت پیوند می زند. سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تک شما بیننده های عزیز که همین حالا چینل افغان کار را تماشا دارند. امید دارم هر کجایی که باشین جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستای عزیز، قسمی که در تصویر می بینین امروز در دفتر هستم و نه کدام موتر است، نه کدام موتر فروشی که راجع به اون موتر یا راجع به اون موتر فروشی صحبت بکنم. من از ولایت قندهار آمدم بخیر، ولی برنامه های من ناتکمیل ماند. بعض دوستای عزیزی که کامنت کرده بودن به خاطر موترهای گوناگون و مختلف اونا ماندن، دیگه انشالله وعده برتان میتم امون موترهایی را که شما در ولایت قندهار خواسته بودین که ما به معرفی بگیرم، انشالله اون موترها را به امون نویت و به امون مشخصات در کابل پیدا کرده و از اونا برتان برنامه ثبت میکرم. آمدن ما به کابل یک ناگهانی بود، کم کار پیدا شد به خاطر آمدیم، دیگه اگرده یک قسم تصمیم نداشتم و ما هدف می بود که تمام برنامه ها را و شما عزیزان ثبت بکنیم. خب هر صورت اونا کامنت هایی که شما کرده بودین، موترهایی که شما خواسته بودین، ما اونا را حتما براتون ثبت میکنیم. امروز به خاطر در دفتر هستم که یک خبر بسیار خوش به شما علاقمندانی که به موترهای دست پاکستان دارن و علاقمندش هستن، یک خبر بسیار خوش است که از طرف رئیس عمومی ترافیک افغانستان ابلاغیش آمده در فیسبوک ها و در رسانه های اجتماعی شما دیدین، ولی زیادتر مردم باور نمی کنن، چون چندین بار در رسانه های اجتماعی می گپا تا و بالا می شد ولی حقیقت نداشت. دیگه ما از بسیار منبع مسق اطلاع گرفتیم، احوال گرفتیم، حتی از وزارت داخله هم این ابلاغیه نشر شده و ما یعنی خود را مطمئن ساخته. امروز این خبر را به شما شریک می سازم و کدام قوانینی که ریاست ترافیک به موترهای یک کیلی دست پاکستان یعنی دست راسته گذاشته راجع به او هم همراهتان صحبت می کنم. تمام معلومات کافی و شافی را همراه شما شریک می سازم. اما مکمل یک ابلاغیه است که ما در مورد از او مختصر به شما معلومات می دهم. اگر می فعلا لایک کنین، سابسکرایب کنین، کومنت انگلیسی حتما بدین و نظرتان در مورد موترهای دست پاکستان هم بدین که این کارشان خوب است، خوش شدین یا نشدین. طبعا خوش میشیم، چون موترهای دست پاکستان بسیار آپشن های بالا، بسیار مدل های بالا، بسیار یعنی به شکل مختلف آمده موتره که در یک مدل مثلا از یک کمپانی چندین شیپ است که موتره ایکوار شما دیدین، ایکوار معرفی نکردیم ولی اصل قسم موتره مارکس است، موتره فلدر است، موتره لوکسل است، بسیار موتره مختلف است، نامای مختلف داره که هالتس است. دیگه ایکوار برتون گفتم پریوس است، موتره هایبرد برقی است. اون موتره هستن که شما عزیزان، من مطمئن هستم زیادتر مردم در افغانستان به اون موترها علاقه داشتن و دارن که از او استفاده بکنن، ولی به خاطر یک کیلی بودنش نمیتونست از اونا استفاده بکنن. یک در ولایت استفاده میشد، چون در ولایت اونقدر جدی نمیگرفتن پلیس ترافیک، ولی در مرکز ازش استفاده به مشکل بود. دیگه فعلا خوشبختانه به اون موترها هم اسناد میده، کسایی که علاقه مند هستن میتونن از اون موتر خریداری بکنن. من تمام معلومات بر شما تقدیم میکنم، میخونم، شما روی امو موضوعات عمل کنیم، انشاءالله که موترتان اسناددار میشه. من یه بلاغیه را از اول تا آخر چندین قلم است که برتان میخونم، شما کوشش کنین امی موضوعات در نظر گرفته و یک موتر اگر میخواین بخرین میتونین بخرین. در افغانستان در ترافیک عمومی ریاست غاری په ټول هیواد کې ښي لاس یو کلی وسایطو ته درې کلن قانوني موقت ترافیکي اسناد ورکړي.
نوشته شه به پشتو میخوانم، ترجمه شه به فارسی میکنم و با جزئیات میگم. ریاست ترافیک افغانستان اعلان کرده که به تمام موترهای دست پاکستان راسته یکیلی اسناد قانونی ولی موقت که به خاطر 3 سال می باشد. به طور موقت، موقت معنایش شما بهتر می فهمین که موقت یعنی به یک چند مدت که مدت برش گذاشتن به مدت 3 سال، مثل که قبلا به مدت 1 سال بود موقت بود که فعلا اون وقتش تیر شد ولی در جریان بود، در پروسس بود که اون خوشبختانه اعلان کردن که بعد از این به خاطر 3 ماه ثبت است، او را هم رشمه 3 سال اسناد برش میتن موقت که یعنی دائمی نیست ولی به 3 سال فعلا اسناد را به مدره یک کلیمه تایی که بعد از 3 سال چی میشه این را بازم وقت تصمیم میگیره دولت. یاد ریاست دی اسناد و دی ویش لری دی راتلون که شنبه او رست تاریخ شم 44 اتمه میاستی نسمه هجری قمری 44 دولسمه میاستی دی شلم هجری شمسی نیتی سر سمون خوری پیلوی. ای پروسه در بامی شنبه که میای امروز ما برتون این تاریخ رو میخوانم، امروز چهارشنبه است، 8 مارچ است و اجله هوت است که اجله است یا نوزده است، نه اجله است، اجله هوت است که فردا پنجشنبه 19 میشین، ببخشید عبده است، امروز تاریخ عبده هوت است. به امی تاریخ عبده هوت سال 1401 امی پروسه ثبت شروع میشه. مراجعین مکلف دید دیاد و اسناد اخیستن لپاره لاند پڑاونه تای مراحل. مراجعین مکلف مجبور هستن امی چند موضوع را که ایجا اشاره کرده نظر به می موضوعات پیش برن، باز به او صورت میتانن موترشان از یک کلی به موتر اسنادار تبدیل شوکی را هم من روش گپ میزنم و تمامش هم مفصلا به شما بیان میکنم. لقلم خوردگی پرتا ده نقلی وسایت و ده فرم دکول می فرم را که شما خانه پوری میکنین باید خطک نخورده باشه که مثلا شاسیش شما اول میزنین شاسیش یا یکش دو میکنین دویش او را قلم خوردگی او را به این صورت قبول نمیکنه. این شرط چیست؟ الکترونیکی او یا کاغذی تذکره چه ده ثبت احوال نفوس تا ای دولاری یا باید تذکره الکترونیکی شما داشته باشین و یا هم اگر تذکره تان کاغذی است باید ثبت و راجستر ثبت احوال نفوس ولایت ولایت مربوطه تان باشه. دو قطعه اکسون دو قطعه عکس هم ضروری است. دی واسطه دی خرید سند ورسره یا زایکری او دی خپل ولایت اړوند ترافیک مدیریت ته مراجعه. امی تذکره الکترونیکی فرم که مثلا خط نخورده باشه دو قطعه عکس ایره امراه با کاغذ خریده که از هر جایی که موتر شما میخرین باید تاپه هم داشته باشه، بدون تاپه قبول نمیشه. او را گرفته به مو ولایت که شما میخواین پلیت بگیرین از موترتون ثبت بکنین به مو ولایت به مدیریت ترافیکش رفته و اوجا پیشنهاد عریضه میشه یا هم فرم ثبت میشه که او مربوط به شرکت ریدستار است که او را هم برتون میگه. دی کشفی ارگانون و دی تصدیق اخستل براتون فرم میده و فرم که پر کردین خب شما بهتر میفهمید دیگه موترها را هم شاید اسناد برش گرفته باشید. جنایی است، ملکی است، چند بخش داره که پروسس قانونیش است که چند ارگان است. همین ارگان های کشفی است که او را هم باید تاییدش بگیرید که مثلا این موتر شاسی نخورده باشه، این خب این تکنیکی هم میشه یا کدام دزدی در این موتر نشده باشه، کدام مشکل امنیتی نداشته باشه، ایره هم باید شما تصدیق بکنین. اما فرما برتون داده او را باید تکمیل بکنین. در اول مدیریت الکترونیکی سیستم تا مراجعه کول تر تو یاد فرم سکری با امو مدیریتی که به هر ولایت شما میرین با سیستم الکترونیکیش هدفش همی است که سیستم ریدستار است که شرکت شخصی است که این پروسه تمامش مربوط به اونا میشه که ثبت میکنه. هر مدیریت ترافیک چی در مدیریت های که در ولایت است مدیریت است که هر ولایت از خود مدیریت داره، به اون مدیریت رفته هر مدیریت
از خود سیستم ریدستار داره که اوجا فرم سب میشه میتونه به مولایت خود بره. ده سب پروسه ده طول هواد به کچه دری میاشتی ده چلی دری میاشتی وروس ده به تاس و ترافیکی داری تل دلانده پر اونو ده تاید که اول لپاره مراجعه کوی. ای پروسه به مدت 3 ماه است که 3 ماه شما میتونین موترتون سب بکنین، ولی اگر 3 ماه اون طرف شد باز موتر یک کلیر اگر گیر کردن باز او موتر زب میشه. ده سب پروسه ده طول هواد خو ایره خو گفتم ده ترافیک اداره ده تعرفه بر اساس ده واسطه محصول تحویلوی اوویزی ده جوارسایر چانگه تا محصول تا ده جوارسایر چانگه محصول تسپارل. اما تمام پروسس که شما انجام دادین بر شما تعرفه میده، او تعرفه نظر به سلند موتر، سلند ماشین که مربوط به موتر میشه و معادل موتر سنجه شده که او را بعدن انشالله ابلاغی از او هم میایه، اما معلومات کافی و شافی او را هم همراهتون انشالله که من شریک میسازم که به حساب سلند مثلا از 4 سلند چقدر میایه. او تا هنوز روشن نشده ولی او را هم اطمان که نشد شد بخیر، من در جستجوی معلومات او هم هستم که همراه من شریک شد. انشالله شما را هم بی خبر نمیمانم و شما را هم شریک میسازم. و او را خبرتون گفتم که ای متعرفه را که شما گرفتین میرین تعرفه را تحویل کرده میرین به سیستم که آویز بانکی را تایید میکنه، یعنی ای پیسه را شما تصدیق کردین تحویل کردین یا نکردین. بعد از او پیسه را که شما تحویل کردین طرفیش به شعبه جوارسای رفته و اسنادتون پروسسش ادامه پیدا میکنه. دی اروان مدیریت الکترونیک سیستم تا مراجعه ترسوی جوارسای راوت نمبر پلیت ثبت کرد. وقتی که به شعبه جوازسای رفتین مثل که موترهای عادی را شما پلیت برش میگیرین ثبت میکنین، وقتی طرفه را به جوازسای بردین از اوجا رفته به سیستم ریدستار، سیستم الکترونیکی البته از هر مدیریتی که باشه اوجا رفته و جوازسای و همون نمبر پلیتی که به شما داده شده او را ثبت میکنین، بعد از او کارتان خلاص میشه. این بود معلومات امروزی که فعلا نمقدر معلومات نداشتم، دیگه تا معلوماتی که بیشتر پیدا میکنم انشالله او را هم امرای شما شریک میسازم. دیگه انشالله که کدام کمی و کاستی در برنامه های ما بوده باشه شما به بزرگیتان ببخشین. شما میتونین کومنت کنین، انتقاد، پیشنهاد، نظریاتتون به هر دو دیده پذیرفته میشه. و همون موترهایی که در ولایت قندهار شما خواسته بودین معرفی نکردیم، اون را انشاءالله در ولایت کابل یافته، چون بعد از این خواه این موضوعات یک کلی هم حل شد و در ولایت کابل هم انشاءالله که از این موترها زیادتر میشه دیگه او را حتما برتون ثبت میکنم. این بود برنامه امروزی ما، البته این معلومات امروزی ما که در مورد موترهای یک کلی دست پاکستان به شما تقدیم کرد. تا برنامه بعد که من سیرت لطیفی در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. لایک، کامنت، سابسکرایب چنل را فراموش نکنید. افغان کار، خرید و فروش انواع موترهای سواری، باربری و تانگری با مدل‌های مختلف از طریق یوتیوب چینل افغان کار. با افغان کار می توانید به موتر دلخواهتان برسید. افغان کار رویاهای دیرینه شما را به واقعیت پیوند می‌زند.